من تو رو با تمام مردای دنیا عوض نمی کنم. نمی دونستی بدون. پیش موقع بیرون رفتن از خونه دست کم می اومد منو می بوسید و می رفت. اما این آخر کاریو، انگار نه انگار پدر بزرگم تو و باعث شده تو فکر کنی کاسه این زیر نیم کاسه هست ها؟ نیم کاسه که چرس کنم، بهتره بفرمایید یه قده کشسابی به این گرده. منظوره چیه؟ وکیل به این بی استعدادی هم نوبره. یه دختر به سن و سال جهان یه دوره بحرانی در پیش داره، دوره عشق. تو اصلا فارسی سرت میشه؟ با چه گاوی دارم پرش میزنم. دوران رویایی جوانی کجای؟ آموز خانه وکیل، خودمونیم تو جوانیات هم همچین آش دهنسوزی نبود. اوه و اندازهی به کار که بتونی درو کنی. یادت رفت اون وقتا که میرفتی به ایش و اشتر همه تو منو چلو مینداختی؟ افلکی بچه ها دستت مینداختن که بریخته دیگه نخی باسه این که از همه تون یه سر و گردن آقاتر و باوقارتر بودم. این حرفا رو واسه کی داری میزنی؟ الوسین هر دوتون تو جوونی هم تراز هم بودی. این حرفا رو فراموش کنین، بیاین به درد دل من برسین. باید یه فکری بکنین. درد دلت چیه؟ گویا اخیراً یه پسر یه جالق قاپ جهانو دزدیده. باید تحتی قضیه رو در بیارم. خب شاید میخواد باش عروسی کنه. دی منم از همینش میترسم. این جوونک کیه که بعد ما رو تو درد سر نندازه؟ چرا از جهان نمیخوای که پسر رو بهت معرفی کنه؟ از من پنهون میکنه، شرم حضورش میشه. یه همچین شرم و حضوری ممکنه عواقب وخیمی به بار بیاره. من به عنوان دوست خانوادگی میخوام این موضوع رو مطرح کنم. مثلا چه عواقب وخیمی؟ سردر نمیارم. گرچه خود منم سردر نمیارم. به نظر من باید همه جوانب قضیه رو بررسی کرد. عرض کنم حضورتون که یک چنین جوانی که تا به حال خودش از اولیای دختر ثروتمندی مثل جهان پنهون میکنه، منظوری جز چشم طمع به مال دختر نمیتونه داشته باشه. درسته، این جوان هر کجا هست فقط چشمشو به میراث جهان دوخته و بعد از مردن من معلوم نیست نوه عزیز من به دست چه گرگایی بیفته. باید از خود جهان برای حل این موضوع کمک کنه. خب بله اینم مسئله. ولی اگه پسر خام
بیرونش کرده باشه چی؟ دخترای جوان حرف همسن و سالای خودشونو بیشتر قبول دارن، زیر بار حرف ما نمیرن. و اگه نقشه شومی در اینجا باشه چی به سر نوه بیچاره ای من خواهد اومد؟ درسته، درسته. خب گمون میکنم نوبت منه که به عنوان پزشک خانوادگی و دوست نزدیک مظفر خان دست به کار بشم. چطوری؟ فکری به نظرم رسیده، ساده است، فقط باید یه خورده استعداد به خرج داد. بلایشیم بریم. سلام، بالاخره خودمو رسوندم. سلام. سلام. اگه دیر میرسیدم و تو میرفتی، اگه تو رو نمیدیدم میمردم. من که بهت گفته بودم نمیخواد بیای فرودگاه، سفر من 3-4 روز بیشتر طول نمیکشه. ولی دلم واسه تنگ بشه، دوریت واسم قابل تحمل نیست، چه یه ساعت چه یه روز. خب منم همینطور، ولی چاره چیه؟ یه معامله کلون در میونه که باید خودم حتما اونجا باشم. از مسافرین محترم پرواز شماره 804 هواپیمایی ملی ایران به مقصد اصفهان، شیراز، آبادان و دبی خواهشمند است برای سوار شدن به هواپیما به محوطه فرودگاه تشریف بیاورند. هیچی، یعنی چی؟ تو داری عشق میریزی؟ والا چی بگم؟ آقا حالش به هم خورده. پدر بزرگ؟ اینایی که بهت گفتم اگه خنگبازی در نیاری، حواست جمع باشه و درست عمل کنی، همه فکر بکنن واقعا رسید. عجله کن، خود بگم دور کن پدر من. خیال اینو در بیار ببینم اینو در بیار. حالا چی کار کنم؟ هیچی، برو این زیر، برو تو کار زود باشی، بازمو بل کن مردکشی، برو دیگه این کیسه ها بیجوشم بذار روی سره، نه بذار زیر سره، نه 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 بذار خود بلاخره کنجا بود سرت بهتره. بذار ببینم. آخ بگو، منم گوشی رو بذارم. آخ بگو. آخ لازمه، دست میگه باید بگه آخ. بگیتر بگو آخ. هم نمیاد بچه میاد. موسی خان چی شده؟ یک حمله قلبی ناگهانی، خدا خواهی بود که دکتر اینجا بود. دکتر، پدر بزرگ چی حالش خوب بود؟ به من بگین چی شده؟ تو رو خدا حالش خوبه؟ آروم باش عزیزم، فقط یه حمله قلبی براش پیش اومده، مواظب باش ناراحتش نکن. پدر بزرگ عزیزم، ناراحت نباش، آدمی زاد لقمه مرگ، اما اگر من چشم از این دنیا ببندم، تو چه سرنوشتی پیدا میکنی؟ نمیدونم به سر تو چی میاد. پدر بزرگ، تو خوب میشی؟ نه، نباید. چرا نباید؟ من برای تو فکر همسری میکردم، تو الان به سنی رسیدی که برای خودت باید مردی انتخاب میکردی تا بعد از من حامی و پشتیبان تو باشه. این کوتاهی از من بود، من در مقابل تو گناهکارم، میترسم با بیگناه بمیرم. پدر بزرگ، تو داری ناراحتش میکنی، اون احتیاج به آرامش داره، سعی کن به خودت مسلط بشی.
دکتر اگه اون بمیره من نمیتونم تحمل کنم. میدونی من فقط تو همه دنیا اونو دارم. اونم به فکر توه دخترم، در تمام مدت اسم تو رو می آورد. گوش کن جهان، من فکر میکنم تو بتونی به اون کمک کنی. چه کاری از دست من سخت است؟ هر کاری که با اسمش پدر بزرگ شفا پیدا کنه میکنم، با جون و دلم میکنم. پس باید به فکر چاره بود. یه دقیقه با من بیاد تا بهت بگم. میز موساخان تو مواظب حالش باش تا من برگم. خیالت راحت باشه، طوری نیست. انشاءالله که نفسهای آخرت پدر من. آخ بگو جانم، تر بگید من چی کار میتونم بکنم؟ گوش کن، از همون موقعی که حالش به هم خورد مدام راجع به تو صحبت میکرد. اون دلش میخواد این موقع بحرانی سایه مردی رو سر تو باشه. از طرفی گویا شنیده تو به جوانی علاقمند شدی. بیشتر ناراحتیش از اینه که چرا اون جوانو نیاوردی بهش معرفی کنی تا اگه آدم مطمئن و لایقی هست خودش ترتیب کارا رو بده. آخه من هنوز ما فرصت کمی داریم، تو باید کمک کنی. آخه چجوری میتونم کمک کنم؟ گوش کن دخترم، من باید به تو خبر بدی بدم. اگه اعصابش به همین حالت تحریک و نگرانی باقی بمونه با کمال تأسف تا 48 ساعت دیگه ممکنه از دست بره. چی میگی دکتر؟ پس چرا فکری نمی کنی؟ ببین جهان، مظفر خان احتیاج به شوک روحی داره. اگه ما بتونیم با یه مژد روحن اونو تقویتش بکنیم وقت باقیش یه کاری بکن. خب من برای این کار چقدر فرصت دارم؟ الان درست 9 صبح، تا ساعت 9 شب وقت داری. فرودگاه شیراز، بفرمایید. ببخشید آقا، من از تهران با شما صحبت میکنم. خواهش میکنم بفرمایید. ببخشید، هواپیمای تهران پرواز 804 به شیراز رسیده. گوشی خدمتتون. بله بله قربان، بفرمایید. بله اون آورد. معذرت میخوام. بله قربان، بله بله همینطوره که شما میفرمایید قربان. اطاعت میکنم. نه از اون نامه فعلا خبری نیست. بله چشم، شمارش چند بود؟ 193. بله 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 چشم، همین الان ترتیبشو میدم. رو این که احتیاج به سفارش نیست مزالک باز من یه تلفن میکنم. مطمئن باشید قربان. خواهش میکنم، من به شما اطمینان میدم. حتما قربان، مطمئن باشید. بله 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 حتما. بله ظرف همین امروز انجام میشه. خداحافظ. بله ببینید آقا، من از تهران دارم تلفن میکنم، کار مهمی پیش اومده، یه کار حیاتی. اگه ممکنه میخوام با یکی از مسافرهای این پرواز حرف بزنم. آقای سعید فرد. گوشی خدمتون باشه. توجه فرمایید، از مسافر محترم پرواز سعید فرد، لطفاً به اطلاعات فرودگاه مراجعه فرمایید. متاسفم خانم، کسی به این اسم به ما مراجعه نمی کنه. لطفاً یه دفعه دیگه تو بلندگوتون صداش کنید. اشکالی نداره، گوشه مجدداً تقاضا می شود. آقای سعید فرد، مسافر پرواز 804
هواپیمایی ملی ایران به اطلاعات فرودگاه مراجعه کنید. آقای سعید فر. الو، آخرین بارم اعلام کردم قطعا آقای سعید فر در محوطه تشریف ندارن. به هر حال متاسفم خانم، خداحافظ. با آقای سعید کار دارم. با سعید خان گوشی؟ یه خانمیه میگه با سعید خان کار داره. بفرمایید. سعید خان، عرض کنم که ایشون امروز صبح باید رفته باشن شیراز. بله بله. چی فرمودین؟ اینجا کجاست؟ اینجا دفتر تجارت خونه شونه. بله. اسباب تأسفه. البته بنده سعی میکنم همین امروز با ایشون تماس بگیرم خانم. بنده منشی ایشون هستم سرکار خانم. اطاعت میشه. خاطرتون جمع باشه. لطف عالی زیاد. آهای چی کار میکنی؟ اشتباه رفتی برادر. پنج و شیش بود. کی داری میگی جفت شیش بود؟ راست میگه جفت شیش بود. خواهش میکنم آمیز موسی خان وکیل، خودش زب میگه. چی رو خواهش میکنی مرد؟ جفت شیش بود دیگه. تو داری جر میزنی مندلی خان. کی داره جر میزنه؟ تو چی میگی آمیز موسی خان وکیل؟ تو اصلا از واجه تخته سر در میاری؟ خواهش میکنم اون موقعی که من تخته بازی میکردم تو برادر کردو بازیم بلد نبود. جلو شاکی دهنتو بگیر، ولی هرچی از دهنم در بیاد بارد میکنم. فهمیدی؟ دیگه قرار نبود مرافع را بندازی بازی تو بکن. اومد داره میاد اینجا. پاشو سب کن از تنش در بیاره. چقدرم دست باز بلکی منابر خدا سب کن گره خورده. سبر کن بابا. یواش در بیاره. شلوارم چی کار داریم دیگه؟ اولم ندین اگه من مریضم نباشم شما هم مریضم. نه تف مریض نمیشی بابا تو هم. آخ بگم یا نگم؟ بگو آخ بگو. بیا این کیسه آب جوشم میگی بسرو سره. آخ آخ دست بدن نفس بگیرم. بشینی تو فردا قبل از ظهر باید سب کنیم. پدر بزرگ اون تا قبل از ظهر خودشو به اینجا میرسونه، پیش شما میاد. خوشحالم کردی عزیزم. یعنی من تا قبل از مرگم میتونم با چشمای خودم اونو ببینم؟ پروردگارا به من مجال بده، من دیگه آرزوی جز این ندارم. یا زامن آهو. پاشو گردن کلو فرش بینم بابا. ببین چطوری ما رو عزادار کردی؟ منش بینم زود باش. الان ببش بینم. بیا
ببینم دستی ما تم زده کرده. نوبت چی بود آقا؟ جفت شیش من به قوت خودش با. شلوغش نکن پیره مرد، شلوغش نکن. شیشو بهش بود وسط دوام نفهی نکن. نشد که بشه، داری جر میزنی یه پدر من. اصلا به تو چه مربوطه مرد؟ من که از دست تو کلافه شدم. ده بازی تو بکن، چرا شلوغش کردی؟ من شلوغش کردم یا این اینکی؟ اینکی رو ببین که به من میگه اینکی. ویل کنی؟ خاموش کردی؟ آره خفه کرده. خفه شی ایشالله. خب غیر دادم با موتور یه حرفارم داره دیگه. اصولم میدونی غیر خفه میکنه. خفه کرده دامست. با موتور حواسی رفتاری کرد. بپر پایین تا روشنش کنم. برو پایین بینم. زود باش مطلش نکن. آره موتور مثل بچه آدم میمونه. این بار امتحانش کنیم ببینیم وقت شلمال نباشه، کمتر غیر بده تا این بلاها سرت نیاد. اینقدر غیر دادی که دندارم قاطی پاتی کردی. بسر رو موتور که جای غیر دادن نیست. خب من الان واسه روشنش میکنم این سویچه بزنم اول واسه اونجورا با نست من نگاه کن. هول بده تا روشنش کنم. هول هم بده یالو مطلع کن. غیر نده هول بده. غیر نده هول بده. هول بده هول بده. موتور نقصی نداره. خوب موتوریه والا. اما شرط که باش قیر ندید. نه خود خودشه. خودشه همون موتور داز مرو. چی؟ من؟ خوب گیر افتادی. چی رو گیر افتادی؟ حسا تو کی میخوای از رو بریم؟ بایست بینم. بیا بریم دنباله. برو بریم. Thank you.
دنبال من بیا. دکتر حالش چطوری؟ از دیروز تا حالا تغییری کردی؟ والا زیاد تعریفی نداره. گاه و بیگاه فشار خونش بالا میره. بالاخره تو هنوز موفق نشدی نه؟ متاسفانه هنوز نه. چقدر بدشانسی. خودم هم گیج شدم. اگه این جوون تا قبل از غروب آفتاب نرسه چی میشه؟ این پیر مرد از دیروز تا حالا در وضع بدی به سر برده. درسته. باید تلاش بیشتری کرد و الا ممکنه تا قبل از غروب دوام نیاره. من سعی خودم رو کردم. فکر میکنم تو چند ساعت دیگه خبری ازش پیدا کنم. ببخشید. ها بفرمایید. سلام خانم، ببخشید مزاحم شدم. دنبال یه دزد میگردیم که احتمال داره خودشو انداخته باشه تو خونه شما. کبرا، کبرا. بله بله خانم بفرمایید. میگن ممکنه دوست تو خونه اومده باشه. همه جا رو برو بگرد. تو ساختمون؟ نه خانم، همه درهای ساختمون از تو چفته. سرکار فکر نمی کنم موفق بشه تو ساختمون بیاد. 7-8 آدم اینجا هست. تو باغو گشتین؟ به هر حال اگر کسی رو دیدین ما همین اطراف هستیم. به ما اطلاع بدین با اجازه. بسیار خوب. خداحافظ. خب، بالاخره چیکار میکنی؟ باید یه راه جلو پای ما بذاری. تو چند ساعت دیگه هم به من فرصت بدین، شاید بتونم یه کاری بکنم. باور کن دکتر، از دیروز تا حالا خواب به چشمای من نیومدی. خودت میدونی، باید جونشو نجات بدی. من بیشتر از این نمیتونم مریضو تنها بذارم. خب، بریم آمیز محسن خان، موقع دواهاش هم هست. بریم دکتر. جهان تو هم برو یه چرتی بزن تا بتونی بعد پاشی تلاش تو ادامه بدی. چشم، متشکرم. چپوگمو میدازن.
تو کی هستی؟ تو پلیس رو خبر نکردم بگو کی هستی؟ من میدونی کی هستم؟ من مخلصتم دیگه. مخلص کیه؟ مخلص یعنی نوکرتم، شاکر یعنی هرچی بگی هستم دیگه. تو اتاق من چی کار میکنی؟ برو اون گوشه وایسا و توضیح بدی. زود باش برو. توضیح راستشو بگم قبول میکنی؟ یه اشتباهی پیش اومده. بدگی؟ به جون عزیزتون به همین سادگی. خودتو لوس نکن، بگو ببینم اسمت چیه. اصلا چیز دیگه اینه. آره چیزه، اصلا سعیده. سعید؟ چه همه بهم نمیاد اصلا سعید باشه. حق با توه، دروغ گفتم، اسمم رضاست. چون من خوبی کردی بهت دروغ نمیگم. گوش کن رضا، دوست داری به جای زندون رفتن یه پولی به جیب بزنی؟ پول به جیب بزنم؟ من دارم از دردسر در میرم، وقتی میخوام برم بندازی تو هچه. خیالت راحت باشه، دردسر تو کار نیست. بچیه؟ نه؟ گوش کن، خیلی خلاصه میگم، من دوست پسری دارم که پدر بزرگم هنوز اونو ندیده. الان پدر بزرگ سخت مریض شده و در حال اغما به سر میبره. اون پیر مرد بیچاره دم آخر یه تقاضایی از من کرده، تقاضا کرده که اونو ببینه. دکترش میگه اگه اونو اینجا بیاری ممکنه از دیدنش شاد بشه و از مرگ حتمی نجات پیدا کنی. پس میخوای منو اجاره کنی؟ هر اسمی روش میذاری بذار. نامزد من الان رفته شیراز و فعلا بهش دسترسی ندارم. تو باید بیای یه چند روزی خودتو به اسم نامزد من قالب کنی. تو با این کارت جون یه آدمیزاده از مرگ حتمی نجات میدی. بله. یه انسانیتی. باید به من قول بدی که این کارو میکنی. آخه میدونی قول مردونه. خاله خب باشه باشه، مردونگی هم واسه ما باعث دردسر شده. بالا حالا بهت میگم چی کار باید بکنی. از همین راهی که اومدی بر میگردی تو باغ، یه ماشین کوچولوی قرمز رنگ اونجاست. خب. توش قایم میشی تا من بیام. خب ازت متشکرم. متشکرم، خداحافظ. تفلک مریض من حالش خیلی بده، هیچی بهش نگی آشپز و آشپزخونه رو هم آب لمبو میکنه میفرسته تو اندق ملا. نکنه بینوا کمبود غذایی داره. چشم کور جفتتون کف پا. خبر اومد. تو اومد باشو یلنا به جمعه یلنا اینو در آر نظرم باش بینم. بوده برو برو تو رخت خواب بخواب دکتر دار میره میرون. خیلی خب بگو آخ بگو یه جوری بگو دیگه. پدر بزرگ مجده پیداش کردم. همین الان از فرودگاه تلفن کرد که از شیراز رسیده. شماها بدون من داشتین نهار میخوردین؟ نه این نهار نیست، داشتیم یه تعبندی کوچولو میکردیم. بله. پس چرا سه تا بشقاب غذا داری؟ بله دکتر، معمولا تو دو تا بشقاب غذا میخوره. خب این یه عادته. راستی داره دیر میشه، فروشگاه رو میگم. آره آره من رفتم بیارمش. چقدر حواسم پرتی. خب فعلا خدافظ، به امید دیدار تا یک ساعت دیگه. بالاخره پیرمرد نجات پیدا کرد. چی؟ اگه یه دفعه دیگه به من بگین پیر مرد، حساب جفتتون رو میرسم. من جوونم. چه گلونه. برو بالا. واسه من سبزی بذار بابا. ای بی انصاف. خانم این گرونترین و بهترین لباسیه که توی این فروشگاه هست. آره خوبه، همین خوبه. بیا برو بپوشش برو.
من چه جوری آخه برم تو این لباس؟ جون تو همین لباس واسه من باید خوبه. بپوشیش این خوبه. برو دیگه پسر خوب، برو بپوشیش. باری کلا کلک خوب چیزم کردی. برو دیگه. کرواتش چطوره؟ اسمش زرده نامزدش داره میاد. خوش اومدین، شاد اومد، ایشالله مبارکه. کبرا حال پدر بزرگ چطوره؟ ایشالله که بهتر میشه خانم جون. ایشالله یار مبارک بادا، ایشالله مبارک بادا. من رو دیگه چرا میکنی زیر لحاف کسا بگرم بزرگ بودو زود باش. بالاخره حقت گرفت پیر مرد. باز به من گفتی پیر مرد، مردی که اینکی به خواب حال نداری، دندونای شیرت میفته. سلام پدر بزرگ. این کرجا بیا تو، بیا تو. سلام علیکم. سلام علیکم. پدر بزرگ بالاخره اون اومده، الان پیش روی شماست. جوون خوشحالم که قبل از مردن چشمم به تو افتاد. خدا رو شکر. اگر تو رو نمیدیدم تا قیامت روحم آروم نمی گرفت. آه خدایا چقدر خوشحالم، انگار دیگه خیال مردن ندارم. پدر بزرگ منم خوشحالم که شما رو میبینم. بدون وجود شما زندگی برای من و جهان چی بگم؟ سرد و بیروه. سرد و بیروه. راستی ببینم، تو میدونی که جهان گل سرسبد این خانواده است؟ من اگرچه یادم قدیمی هستم اما اونو به شیوه خودش بار آوردم. دختری آزاد و مغرور و سربلند بارش آوردم که مرد زندگیشو خودش انتخاب کنه. خب جوون چجوری میخوایی به من ثابت کنی که نوه منو از صمیم قلب دوست داری و عاشقشی؟ چجوری میتونم بگم؟
حیف که دل زبون نداره، ولی عشق منو به زبون می آورد. عشق به چی؟ به خودش یا به ثروت و میراثش؟ نه 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 نه، عشق به خودش. باور میکنی؟ بفرق. تقدیم با عشق. اشاله که دیگه حالا با برات پس معلوم شد خیلی دوستش داری. من دیگه نمیخوام بمیرم. خدایا چقدر خوشحالم، دلم میخواد پاشم برقصم. هیچی آدم نبود. وای من مریضم. پدر بزرگ اگه اجازه بدین چون رضا از سفر اومده کمی استراحت کنی. حتمنم اجازه میدم. برو داماد جان، برو استراحت کن. برو برو خدا خدا به آقا، منو صدا کردی؟ برو گم شو، بنده دلمو پاره کردی برپریده. آروم میگیر پیر مرد. باز به من گفتی پیر مرد؟ من صد تا جوونم جوونترم. میگیره تماشا، میگیره تماشا، میگیره تماشا. عجب خونه شیکه پکی دارین ها. تو آدم بی تربیتی هستی. چی من؟ حالا اینم دستمزدم بود. چرا جلوی همه گرفتی منو اونجوری بوسیدی؟ مگه من نخواستی که نقش عاشق سینه چاک تو برات بازی بکنم؟ درسته گفتم، ولی دیگه نگفتم همچینی منو ببوسی. آره باش اومدیم خدمت بکنیم. خب اگه خیلی ناراحتی من چشام میبندم، ماچمو بذار سر جاش. بیا دیگه. حالا بذار سر جاش. تو خیال میکنی من اینجا سر گنج نشستم؟ نکنه خیال میکنی سکه میکارم و اسکناس درو میکنم؟ نه عموجان، من اصلا همچین خیالی نمیکنم. این پولو ازتون قرض میخوام، حتی تا دینار آخرشم حساب میکنم و بهتون پس میدم. به جون شما، اول فکر کردم برم این پول از یه غریبه قرض کنم، بعد گفتم نکنه یه وقت شما بهتون بر بخوره بعدتون بیاد. نه خیر، هیچم بدم نمیاد عموجان. بالاخره با این فرصتی که برام جور شده باید کمکم کنین. این دختری که میگی کیه؟ جهان. دختر خانواده بزرگیه، نوی مظفرخانه. اسم دیگه ای سر زبونت نیومد که چخان کنی؟ مظفرخان نوشو به پسر مهاراجه هند نمیده، میاد به تو بده. باور نمی کنین؟ معلومه که نه. مگه مظفرخان عقلشو از دست داده که نوه ثروتمندشو ندیده و نشناخته به دست جوونی مثل تو بسپره؟ الو رضا توی؟ سلام، حالت خوبه؟ چی؟ دیگه نمیخوای بیای اینجا؟ چرا؟ از چی خسته شدی؟ نه نه، تو به من قول دادی، تو به من قول دادی تو خوب شدن پدر بزرگم نقش دوست پسرم رو بازی کنی. بیشتر از 3-4 روز دیگه طول نمیکشه. چی؟ نمیای؟ گوش کن، تو الان کجایی؟ تپه های عباس‌آباد؟ اونجا چی کار میکنی؟ موتور سواری؟ موتور سواری هم شد کار؟ Thank you.
سلام. سلام. موتور مال خودتی؟ نه اجاره ایه. میدونی ما اصلا تموم زندگیمون اجاره ایه. خب این کارا چیه اسمش؟ واسه شما خوب نیست که دنبال یه آدم آسمونجوری مثل من راه بیافتیم. میدونی مردم هزار جور حرف در میارن. تو به من قول دادی و باید سر قولت باشی. دیگه اجاره من تموم شده. آخه من که نمیتونم تا پتلپورت دنبال تو راه بیفتم و جلو پدر بزرگ مریضت ادای عاشق سینه چاک تو رو در بیارم. راستش من اونقدرام آدم رند و حقوازی نیستم که تو پیش خودت فکر میکنی. میدونی دروغ گفتن و تو جلد آدمای دیگه رفتن کار من نیست. من میخوام خودم باشم با تموم بدیایی که تو فکر میکنی دارم. از تو چه پنهون؟ من از کاری که تو با دارم کردی هیچ خوشم نمیاد. اگه اون روز اول تو رو تحویل پلیس میدادم حالا اینجا دم از اخلاق نمیزدی. تو خیلی خوب بلدی حرف بزنی، تعجب نمیکنم. برای اینکه اینجور حرف زدن جزو حرفه توئه. درست، من بیشتر عمرم با نگاه کردن به پشت‌سرم گذروندم، ولی دوز نیستم. من بعد حادثه به خونه شما پناه آوردم. تو هر جور دلت میخواد درباره من فکر کن، ولی یادت باشه قسم میخورم تا به حال از دیوار کسی بالا نرفتم و دستمو تو جیب کسی نکردم. بعد چه جوری میتونم دوز باشم؟ تو این حرف آدمو دیوونه میکنه. حالا که میخوای بعد باشم پس بده نشونت بدم. خواستم عصبانیت کنم. ببین حق با توی، من حرفای خوبی نزدم. معذرت میخوام. شنیدی؟ گفتم معذرت میخوام. موتور سواری رو دوست داری؟ ولی نمیتونه برای یه آدم شغل و حرفه باشه. برای من موتور سواری هم عشق هم حرفه است. تو داری بعد موقعی منو تنها میذاری؟ من به راهی پا گذاشتم که برگشتنش مشکلی. خوب یا بد باید این نمایش رو که شروع کردم به آخر برسونم. من پدر بزرگم رو دوست دارم. اون تنها کسیه که من تو این دنیا دارم. اون فعلا تو رخت خوابه و مریضه. این نمایش دروغی باعث شادی روح اون میشه. ولی اگه تو کمکم نکنی، اون پیرمرد بیچاره
با یه خاطر بدی که از من براش باقی میمونه چشم از این دنیا میبنده. میدونی این یه ظلمه. خیلی خوب باشه بریم. باشه بریم، من نمیخوام به کسی ظلم بشه. اومدن آقا. دهنم نزا. آی 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 پدر بزرگ، خدا رو شکر که حالتون خوب شد. همراته؟ پدر بزرگ، این رضاست دیگه، لباس موتور سواری پوشیده. آخه اون اسپورتمنی. سلام عرشاد. این همون رضاست؟ خدایا، تو تو این لباس چقدر باوقار شدی. میدونی من از همه محسنات تو خوشم میاد به جز یک چیز. اون یه چیز چیه پدر بزرگ؟ من تو این جوان حرارت عشق نمیبینم. اصلا مثل این که شماها با هم نمیجوشین. این چه بساطیه؟ چرا سر به دنبال هم نمیذارین؟ چرا دنیای دور و ورتونو با صفای عاشقونه پر نمی کنین؟ قیل کنین، قال کنین، حرارت عشق و جوونی رو نشون بدین. دونه عشق که این حرفا سرش نمیشه. برین همین الان، برین تو باغ دنبال هم بذارین، مثل دوتا کفتر پر بزنین و فریاد بکشین. دلم میخواد هر وقت از این بالا نگاتون میکنم فریاد عاشقانتون تو گوش من زنگ بزنه. برین جانم، برین صفا کنین. یلا. خب پدر بزرگ با اجازه. باید شما رو خواهش میکنم. میبینی چه کلکی دست ما دادی دختر؟ آه بیا بریم، بیا فکرشم نکن، بیا. چی؟ بیا فکرشم نکن؟ اگه میشه فکرشم نکنم؟ اختره رخته. بابا بزرگت که میگه حال نیره، ببین چجوری را افتاده اومده تو بالکن داره ما رو میپاد. حالا میگه چی کار کنم؟ چون حالش خوب شده بکشمش. از اون بالا مواظب بمونه، وگرنه وگرنه خفم میکردی. آره نامزد اجاره ی رول تو بازی کن، دنبالم بیا. دیگه این میان افتاده پیدا شد. آقا پسر سلام. میبینم از دوری من ماتم گرفتی. سنه دیگه رضاست. رضا چیه مزاحمته؟ نه نمیشناسیش. این سعید نامزدمه. آره این نامزدته. آره زیادم تعریف نداره، مال نیسته. اصلا تو کی هستی؟ چی میگی؟ سعید سب کنه، همه چی رو بهت میگم. بیبرین بیبرین پیش پدر بزرگ. کجا؟ رضا همینجا بمون، ما همین الان برمیگردیم. بیا داشتیم آقا اومد. ساکت باش ببینم چی کار میکنم. آه
بالاخره نگفتی این یارو کیه؟ ماجراش مفصله. پدر بزرگ سخت مریض شده بود و میخواست تو رو ببینه. منم چون دسترسی به تو نداشتم اونو اجارش کردم تا به جای تو به پدر بزرگ معرفیش کنم. چاره دیگه ای نداشتم. هیچ از قیافش خوشم نیومد. راستی حالا جریان چجوری میخوای به پدر بزرگ بگی؟ حالا بیبریم ببینیم چی میشه. بیا بیا دیگه. از این کاری که کردی هیچ خوشم نیومد. میتونستی به من تلفن کنی؟ خب تلفن کردم ولی پیدات نکردم. سلام. سلام عرض میکنم قربان. عزیزم من امروز گرفتار کارای عقب افتادم هستم. پدر بزرگ میخواستم شما رو از یه اشتباه در بیارم. وقتی شما مریض بودین دکتر منو وادار کرد که آخه شما حالتون خیلی بد بود. آره میدونم. گفت شاید بیشتر از 48 ساعت زنده نمونم. این دکتر خانوادگی ما بیشتر از اینا سرش نمیشه. خب حالا میذارین به کارم برسم؟ ولی قربان یه موضوعی هست که باید به اطلاعتون برسونم. این سعیده همون که میدونم. از بالکن تو باغ نگاه میکردم. این آقا دوست نامزد توه. میذارین به کارم برسم؟ آخه عزیزم اونا ببر پایین ازشون پذیرایی کن بذار منم به کارم برسم. که چه نسل شجاعی. خب ببینم شماها چرا اینجوری ساکت نشستین ها؟ او من این جوونک رو انگار یه بار دیگه هم دیدم. ای با پدر بزرگ همین دو سه ساعت پیش. خیلی خب بابا خیال ندارم بذارم برای یه بی توجهی منو به سلابه بکشین. گاهی بعضی قیافه ها تو ذهن آدم نمیمونه. این جوون باید از دوستای رضا باشه. خیر قربان متاسفانه به علت بیماری جنابالی این وسط یه اشتباهی پیش اومده. در این مدت رضا نقش منو بازی میکرده. عجب عجب این رضا پسر هنرمندی هم هست نقش بازی میکنه. من هنرمندا رو دوست دارم و این چه پیش آمد خوبیه که آدم داماد هنرمندم داشته باشه. برای قربان این بازی خیلی خنده داره. اجازه بدید من همه چیز واسهتون تعریف کنم. داماد عزیز کدوم بازی خنده داره؟ من از بازی خنده دار خوشم نمیاد. من فقط از یه بازی خوشم میاد اونم نبرد تن به تن بین دو مرد. خب حالا حریف میطلبم. حریف من کیه؟ من حریف خودم رو انتخاب کردم. مثل یک مرد دست تو دراز کن جوون. من میخوام با تو دوئل کنم. آهای کبرا اون وسیله دوئل منو بیار. بیا آخه امیدوارم فورا نگی بلد نیستم چون مرد حتما باید تخت نرد بلد باشه. نخیر قربان نخیر یعنی بله قربان. بالاخره خیر قربان یا بله قربان کدومش؟ عرض کنم که نخیر قربان یعنی بله قربان. چه بازی میشه. خب کم تاس میریزه بردو. پس شروع بازی با منه. یه نگاه به این دوتا بکن. طور خدا اینا رو بهشون میگن دوتا نامزد دوتا عاشق و معشوق.
شما دارین منو ناامید میکنین. یه حالی، یه شوقی، یه شوری. اصلا میدونین چیه؟ همین الان دوتایی پاشین برین شاندلیه، اونجا مال جووناست، برین خوش بگذرونین. برین بذارین منم با دوستتون یه دست و پنجه نرم کنم. برو جهان، برو یه لباسی بپوش و یه دستیم به سر و صورتت بگیری. آخه پدر بزرگ، آخه بی آخه، رو حرف من حرف نزن. میدونی که وقتی من یه چیزی میگم باید بشه. دوباره دیگه، برو زود باش. چشم برو دیگه. چشم میدونین چیه قربان؟ میدونید من دارم بد میارم. بد نمیاری، حریفت قلندره بچین. زندگی آدم باید دردا رو بکشه و تحمل کنه. میبینی؟ جفشیش اومد جانم، جفشیش اومد.
راحتی تو بکن. الان برمیگردم. آره جونم برو یاب بزن به صورت چشمات باشه. الو من سعیدم، بگو قباد با من صحبت کنه. آره فهمیدم، دانسینگ شاندولیه. دختر نشونیاش چیه؟ حالیمه، حالیمه. خاطر جمع باشه سعید خان، جلو دختر خرابش میکنم، سکه یه پولش میکنم. باشه قربون تو. انگار یه خبره، یه قباد خان. آره چی شده؟ باید بریم دانسینگ شاندولیه. یه دقیقه تشریف بیاریم بیرون، با اتون عرضش دارم. آقا عرض دارن هیچ کاریش هم نمیشه کرد. اومدم باشم، اومدم با اجازه. یس یعنی بله. بفرمایید. فرمودیم. ببینم اینا والدینت هم. خب آقای اون عدت من چه کاری واسه تون ساختت؟ اول از همه خودتون معرفی کنیم شما چی هستین؟ حالا با هم آشنا میشین. Ya wala ilaha illallah ya
سرتون آقا رضا. چی؟ ها؟ چی؟ نفهمیدم چی؟ جنوب امریکا، جنوب امریکا خوب نیست بابا، یه جنوب امریکا چه؟ براوو براوو. نه چه تو با منه یا با اونایی؟ با هر کس که خوب بزنی. با هر کی که خوب بزنی. آره دوست باشه که خوب بزنی. از دیگه دیگه شدم ببینم. مفت از چنگ مونده هر است. مفت مفتم نبود. پس چرا نخوابیدی تو؟ بچه که تا نصف شب بیدار رو بمونه که برو بخواب. تا حالا کجا بودیم؟ عرض میشه که رفته بودیم عشق و جای شما انجام وظیفه میکردیم. جهان تکلیف من روشن کن. شاید اون پیرمرد تا 4 سال دیگه هم نمرد. من چیکار باید بکنم؟ ها؟ خیلی باس ببخشید، من نمیدونستم جناب عالی لاشخور تشریف دارین و منتظر مردن اون پیرمرد هستم. ای بی‌معرفت زدی؟ فکر عاقبتشو نکردی ها؟ لختی، از سکوت من سوء استفاده کردی؟ فعلا که از سرکار پوشیده ترم. چیه؟ ها؟ زنده باد! نفهمیدم ورق برگشت. من طرفدار اونیم که میزنی. راست میگی، هیچ یادم نبود. یانه دیگه عالیه عالیه. چه بکار نمیدیم آفری بلش کنم بلش کنم. بچه ها تمومش کنین، پدر بزرگون بالا مروازه بی. آره گوش کن جهان، یه کارت دعوت برای من از نمایشگاه نقاشی مدرن رسیده. من که اهلش نیستم، تو فردا دست رضا رو بگیر و ببرش اونجا. چشم پدر بزرگ، حتما. شما بفرمایین استراحت کنین. بله بفرمایین. موسیو تو گردنه چهاروز ترمز بباره خیلی ها. خدا خیلی به اون رحم کرد، یه مصیبتی داشتیم که نگو نپو. دروغ میگه. من
میشه اصلا حالی نه جونت نمیفهمم چیکار دارم میکنم فقط هی اونجا رو خودشه شست من پول خورد میخوام هنش هم پنج داری دارین؟ واسه گدا میخوام سوخته هاشو میخریم برو ده برو دیگه شده میگه جهان منو مسخره دست خودش کرده قشقرقی را انداخته این وسط منو مسخره کردین ظاهرا شما مریض میشین و اونم یه پسر ولگرد رو اجاره میکنه و جای من میاره تو خونه و بعدم که شما از رخت خواب مریضیتون پا میشین نمیذارین حقیقت روشن بشه جوون این دست تقدیره من چی کار میتونستم بکنم؟ تقدیر کدومه آقای محترم در این مدت من همه چیزو فهمیدم چون شما از اون پسری ولگرد بیشتر خوشتون اومده بهش میدون دادین تا کارش به اینجا بکشه چی شدی؟ چیه پدر بزرگ؟ والا چی بگم؟ آقا مدعیه که تو باید حتما اونو انتخاب کنی مگه نباید یه دختر از یه پسر خوشش بیاد؟ الان خودت حرف بزن را تا انتخاب کن این یا اون خیر اینجور که معلومه بنده مسخره دست شماها شدم من این توهین رو نمیتونم تحمل کنم تکلیف من چیه؟ من این وسط چیکارم؟ جواب بدین چرا هر دوتون لاش شدین؟ جوون مؤدب باش تو فکر میکنی من میام نوهمو به دست هر آدم ندیده و نشناختهی میسپارم و میرم پی کارم و یا فکر میکنی آدم چشم و گوش بستهی هستم؟ نه جانم من از همون روزای اول تعتوی قضیه رو در آوردم و فهمیدم جهان به خاطر تسلای من اون جوونو اجیر کرده این کار خیلی ارزش داشت معنیشو میفهمی؟ بعدم دیدم اون جوون شیر پاک خورده ای از آب در اومد آدم بود من که به لباس و ظاهر آدم ها نگاه نمی کنم تا بالاخره تو سر رسیدی و اینجا اومدی اومدن تو مقایسه خوبی برای من و جهان بود
بیرو در وایسی. اگه بدت نمیاد من اونو ترجیح میدم. اینجوری هم نگام نکن، این رضا لیاقت نوه منو بیشتر از تو داره. جهان خودش هم همین عقیده رو داره. جهان، تو حاضری برای زندگیت این جوونو انتخاب کنی؟ ملاحظه فرمودین؟ من بیشتر از این دیگه نمیتونم روشنتون کنم. چی فکر میکنی پیر مرد؟ خیالت رسیده که اون دختره میستر جهانه؟ حالا اگه نوت روی دست پای منم بیفته، حاضر نمیشم پس مونده یه لات اجاره ای رو بخورم. پیش از اون که من از کوره در برم، سرتو بنداز پایین و برو از این خونه بیرون. خوبه خوبه، پیداست خیلی به رگ غیرتت برمیخوره. بهت گفتم که زود از این خونه برو بیرون. زود این خونه برو بیرون. داشت کم کم کار به جایی باریک میکشید. منم یواش یواش صلاح دیدم بهتر کوچه رو خلوت کنم. الانم تلفن کردم که باید خداحافظی کنم. خب خداحافظ. ولی تو بی خود کردی که رفتی. من دیگه جز تو کسی تو زندگیم نیست. من بی صبرانه منتظرتم. نه نه، دیگه کسی جز تو وجود نداره. چند دفعه میخوایی من اینو تکرار کنم ها؟ سعید؟ اون برای همیشه از اینجا رفت. آره از اینجا رفت. من تو رو دوست دارم، منتظرتم. ولی من تا حالا یک سو بهت نگفتم. منم تو رو دوست دارم. تا گوشی رو بذاری به یه چشم هم زدن خودم رو میرسونم پیشت. خب قربونت برم. من خودم میرم ببینم کی. بله بفرمی. تو جهان هستی؟ میتونم 10 دقیقه باهات حرف بزنم؟ مرسی نمیشینم. اوضاع از اونی که شنیده بودم رو براتره. ممکنه زودتر بگین با من چی کار دارین؟ فکر میکنم خودت بهتر بدونی. اومده بودم مردم ازت پس بگیرم. اما راستش پشیمون شدم. رضا اینجا بیشتر بهش خوش میگذره. خب معلومه گفتن نداره. میگن از نخورده بگیر بده بخورده. نوش جونت. اگه رضا خوشبختی تو کامل میکنه، مال تو، مال تو. اصلا نمیدونم چرا پاشدم اومدم اینجا. آدمی که خیسه غلط میکنه از آب بترسه. تو رو خدا بهش نگی من اومد بودم اینجا.
فقط سعی کنین کفتر منو خوب نگهداریش کنین. قدر این کفتر منو بدون. اون آدم بلند پروازیه، دنیا براش خیلی کوچیکه. دنیا خیلی چه اتفاقی افتاده؟ گفتم اینجا چه اتفاقی افتاده؟ زن تو اومده بود پیش من. زن من؟ اون فقط یه زن کافه هست. اما این دیگه برای من مهم نیست. مهم اینه که دیگه من از این دنیا، از این محیط و از این جنگل تو به توی بی قانون هیچی نمیفهمم. تا دیروز دنیا برام حساب داشت، قانون و قاعده داشت، از روی اون میتونستم دور و برم و نگاه کنم و خوب و بد و تشخیص بدم. اما تو پیدا شدی و همه چی رو به هم ریختی. تا دیروز تصور این که یه آدمی مثل تو بتونه پا از این در بذاره تو به نظرم محال میمد. اما امروز بعد از رفتن تو احساس کردم از وجودم فقط یه پوست خالی باقی مونده. تا دیروز فکر این که من با یه زن بی سر و پا هم کلام بشم برام از محالات بود. اما امروز یه همچین زنی میاد اینجا جلو روم وای میسه و در نهایت گذشت و بزرگواری تنها چیزی رو که داره چنون به من میبخشه که انگار داره یه دستمال کاغذی مصرف شده رو میندازه دور. رضا، تو که با اون زن زندگی میکنی چرا گذاشتی کار ما به اینجا بکشه؟ با تمام قلبم میگم دیگه نمیخوام هیچ وقت ببینمت. هیچ وقت. من زن ندارم جهان. سعیم نکردم کارمون به جایی برسه که تو فکر میکنی. تو خودتو منو به این بازی ها کشوندی. حالا میشه یه جوری همه چی رو فراموش کرد. فراموشی به درد بخورترین نعمتیه که خدای عالم با آدمی زادش داده. خوشبخت باشی. گوش کن ببین چی میگم دختر جون. من همه ی حرفاتون از بالا شنیدم. رضا همونیه که تو دلت جا باز کرده، از خودت روندی و حالا به ماتم نشستی.
اگه بخوای قصه های دنیا رو با عشق بشوری، همه دریاها رو هم که گریه کنی کافی نیست. پدر بزرگ، من از همه چی وحشت میکنم. میفهمم، اما هنوزم میتونی به پدر بزرگت اعتماد داشته باشی. دختر جون، میدونی که من خوشبختی تو رو میخوام، نه ناراحتی تو. چرا اون باید به من دروغ بگی؟ ولی اون به تو دروغ نگفت دختر جون. چرا پدر بزرگ؟ زنش چند دقیقه پیش اینجا بود. دوخی زن باره، من از سیر تا پیاز زندگی رضا رو تحقیق کردم. خواهش میکنم دیگه راجب رضا چیزی نگید. من میخوام تو همون دنیای آشنا و راحت گذشتم زندگی کنم. دیگه راجب اون هیچی نگید. چی رو درست میشه ایوون؟ چه جوری درست میشه؟ فکر کن یه روزی در قفس رو با کنن و بهت بگن بفرما، اون وقت لقمه اولین گربهی میشه که سر راد سبز بشه. آره جونم، آزادی برای مرغی خوبه که بتونه بپره. درست. دیگه فکر کردم هیچ وقت به اینجا بر نمی گردی. تو همه چیز خراب کردی زن. میدونم رضا،
اومدم عشق تو به دست بیارم، نفرتت گیرم اومد، پیش خودم شرمندم رضا. میدونی چیه؟ به قول آمیستقی دربونه بیلیارد، همه ما به دنبال کفتر شانس میگردیم، هر کسی باز یه راهی بره، این که دل خوری نداره که. چیزی ندارم که ببرم. تعریف کنم دیگه.